دوم آذر دومین روز قرنطینه است و اینا وزیر ترافیک امامعلی. تعریف دولت از قرنطینه فقط یه شوخی خیلی بزرگ با جون مردم. علیرضا رئیسی همین تعطیلی نیم بند رو هم ناگزیر و از روی لاعلاجی توصیف کرد و گفت هیچ کدوم از مسئولین واقعا دلبخواهی نیست که ما بیام تعطیل بکنیم و محدود بکنیم و محدودیت ایجاد بکنیم. اصلا محدودیت جایی ایجاد میشه که واقعا دیگه چاره غیر از اون نباشه. چند ماه هست که فریاد میزنیم ادامه این وضعیت به صلاح مملکت و مردم شریف ایران نیست و به هر نحو ممکن اصلاح باید گردد. تراژدی غمبار کم توجهی به معیشت مردم و گرانی تا که ادامه دارد. شهرستان بیجار از سختی معیشت و دیگر مشکلات عدیده به سطوح آمدند و از وعده های مکرر عملی نشده مسئولین و دولت مردان ناامید و مایوس شدند. امروز بسیاری از اصناف را ما تعطیل کرده ایم در حالی که بانک ها از یک روز دیر کرده جریمشان چشم پوشی نمی کنند. محمد خانی سردبیر خبرگزاری فارس ضمن اشاره به نفرت عمومی و یأس و ریزش پاسداران نسبت به آینده تاریک نظام هشدار داد. امید به آینده در همه نظرسنجی‌های ما داره کاهش پیدا می‌کنه. موضوع کاهش امید به آینده موضوع شوخی برداری نیست. کاهش امید ممکنه به فروپاشی اجتماعی بیانجامد. اصلاً قرار نیست که ما با مردم مواجه بشیم. وسط خیابون جلوی ماشین ها رو بگیریم کجا میری کجا میایید، این اصلا جزء تر نیست. رحمانی فضلی نمیگوید چرا از رو در روی با مردم و مواجه شدن با انبار بارود هراس دارند. پس ما به هیچ وجه حق مواجه با مردم رو نداریم. این از نشانه های بارز بن‌بست و شکست سیاست جنایتکارانه استفاده از سفر انسانی که هیچ راهی جز سقوط محتوم برایش نمانده است.